سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل و کانال من. توی این ویدیو قرار درباره ایونت اصلی این سیزن صحبت کنیم که امروز به بازی اضافه شده، که ایونت بسیار بسیار جالبیه اما متاسفانه طولانی، که اگه دوست دارین بدونید که چجوری ما میتونیم سریعتر این ایونت رو تمامش کنیم و جوابش رو سریعتر دریافت کنیم، حتما ویدیو تا آخر تماشا کنین که سیتاپیاس این ایونت رو قرار بهتون بگم که سریعتر از همه بتونین جواز خفن این ایونت اصلی سیزن 6 رو دریافتشون کنین و باهاشون بازی کنین و به دوستانمون پوز بدیم، که خودش جواز خیلی خوبی هم داره، کارکترش واقعا جذابه که جلوتر بهتون نشون میدم چیه. اما دوستان قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات ایونت اصلی، حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنین اگه تا الان نزدین، و اینکه زنجیره کنارشون هم به صدا بیارین و روی حالت آل قرار بدین که از هر ویدیو دیگه گذاشتن سریع باخبر بشین. دمتون گرم. اما بریم سراغ ایونت اصلی سیزن 6، جک آف فولد آب، که یک ایونتی هستش با تم آلیاس لژندری، که اگه گردنه آلیاس لژندری رو بزنین کامل میتونین نسبت به بقیه 50% بیشتر سوخت و پیچ و موره دریافت کنین و سریعتر این ایونت رو تمامش کنین، که من متاسفانه تا بار هفتم این گردنه رو زدم و نه کاراکتر بهم دادش و نه گانا، اما به زودی براتون این گردنه رو کامل میزنم و ویدیوش هم براتون درستش میکنم. اما منو نیسکی. اما به صورت کلی ما دو تا آیتم اصلی در این ایونت داریم، یکی پیچ و موره و یکی هم سوخت، که پیچ و موره کارش اینه که باهاش بتونیم جتمون رو آپگرید کنیم که روزانه هم بهتون 300 تا میده علاوه بر مهمتا که انجام میدین. با پیچ و موره ها ما میتونیم جتمون رو قوی تر کنیم، هر چی جتمون قوی تر باشه سفراشو سریع تر انجام میده و سریع تر میتونیم جوازشو دریافت کنیم، و بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواین که جتتون رو آپگرید کنین و سریع تر نتیجه بگیرین، دوتا از بالا به پایین آپگریدش کنین تا بتونین سریع تر این جوازش رو تموم کنین. و اینکه دوستان مهمت روزانه این ایونت رو حتما انجام بدین که بهتون هم پیچ و موره بده و هم سوخ. و مهمت های امروزش هم این هستش که یک بازی در رنک مچ تیم دف مچ و همچنین بتل رویال بازی کنین، و اینکه یک جت بعدین در بتل رویال و به وسیله نقلیه 500 دمیج وارد کنین. اگه نمیتونین سین میتونین با 20 تا سی مهمتش رو عوض کنین. به صورت کلی ما باید در این ایونت سوخت و پیچ و موره دریافت کنیم و پیچ و موره ها باهاش جتمون رو ارتقا بدیم تا بتونیم سریعتر سفر انجام بده. برای این سفر هم به سوخت نیاز داریم که وقتی به جتمون بدیم میتونیم سفر انجام بدیم و وقتی هم تایمش تمام شه میتونیم جوابش رو دریافت کنیم. اما بریم سراغ موضوع اصلی این ایونت، که نحوه دریافت جوازش هستش. یک نوار جایزه ما داریم که هر کدوم از این نوارها یک مسافت خاصی رو طی میکنن. برای طی کردن این مسافت و سریعتر طی کردنشون ما باید جتمون رو ارتقا بدیم با پیچ و موره ها، هرچی جتمون قوی تر باشه سریعتر میتونیم این مسافت ها رو طی کنیم. اما سوخت توی این ایونت چه به دردی میخوره؟ ما باید سوخت به جتمون بدیم تا بتونه این مسافت ها رو طی کنه. و اینکه با پیچ و موره هم دوستان من بهتون پیشنهاد میکنم که جتتون رو دوتا از بالا به پایین پر کنین تا بتونین سریعتر نتیجه بگیرین و سریعتر هم این ایونت رو تمومش کنین. وقتی هم که جتتون رو ارتقا دادین بهش سوخت بدین تا بتونه مسافت‌ها رو طی کنه، هر چه سوخت بیشتری هم داشته باشین سریعتر میتونین این مسافت‌ها رو طی کنه. اما چجوری ما میتونیم سوخت بیشتری دریافت کنیم و سریعتر این مسافت‌ها رو طی کنیم؟ پیشنهاد من این هستش که مود هارد پوینت بیشتر بازی کنین تا مودهای دیگه، چون هارد پوینت معمولی اگه بازی رو ببرین بهتون 500 تا سوخت میده، اما اگه هارد پوینت رنک مچ بازی کنین و بازی‌ها رو ببرین توی هر دست بهتون 800 تا سوخت میده، که میزان خیلی بالایی هستش واسه این ایونت تا بتونین سریعتر تمومش کنین. اما بعد از مود هارد پوینت چه مودی بیشتر از همه بهتون میده؟ مودی که داخل بازی میاد، مثل مپ جدید فاولا و مود آلکاتراز بتل رویال، که اگه این ستا مود رو بازی کنین سریعتر میتونین سوخت دریافت کنین و همچنین میزان بیشتری نسبت به مودهای دیگه. خب دوستان، اینم از توضیحات ایونت اصلی سیزن 6، که یک ایونت جالبی هستش ولی خب متاسفانه یکم طولانی نسبت به ایونت های گذشته و باید وقت بیشتری صرف کنیم واسه این ایونت که بتونیم جوابش رو دریافت کنیم. اما خب به صورت کلی اگه این ایونت رو متوجه نشدین، حتما داخل کامنت ها سوالاتتون رو بنویسین که من همه رو میخونم و جواب میدم، و اگه کسی نکته خاصی درباره این ایونت میدونه که سریعتر انجام بشه داخل کامنت ها بنویسه که بقیه دوستان استفاده کنن و بتونن سریعتر این جواز خفن رو دریافتش کنن. اما اگه بخوام که یک نتیجه گیری کلی واسه این ایونت انجام بدم، کافیه برین داخل بازی و وارد بازی بشین و این ایونت رو انتخابش کنیم. برای دریافت جواز خفن این ایونت کافیه به جتمون سوخت بدیم. سوخت هم ما میتونیم در
مودهای مولتی پلیر و همچنین بتل رویال به دستش بیاریم، یا اینکه مهمات روزانه این ایونت رو انجام بدیم تا بتونیم هم سوخت دریافت کنیم و هم پیچ و موره. روزانه بهتون پیچ و موره میده خود بازی. این پیچ و موره هم به درد آپگرید کردن جتمون میخوره. هر چی جتمون رو آپگرید کنیم بیشتر میتونه مسافت تشدیده رو با شتاب گرفتن از سوختی که بهشون میدیم طی کنه و جوابش رو دریافت کنه. پس به صورت کلی یک بار دیگه میگم، ما کافیه در بازی سوخت دریافت کنیم و به جتمون بدیم که بتونه شتاب بگیره و مسافت طی کنه. اگه بخوایم که سریعتر مسافت طی کنه و بیشتر، کافیه جتمون رو ارتقا بدیم با پیچ و موره‌هایی که دریافت میکنیم و اینکه جتمون رو قوی‌تر کنیم. هر دفعه که سوخت میدیم یه شتاب خاصی میگه که بالاش به رنگ زرد نوشته شده. خب دوستان، اینم از توضیحات این ایونت. هر سوالی داشتین واسه هم کامنت کنید و هر نکته‌ای که من نگفتم داخل کامنت‌ها بنویسین. و اینکه مرسی که تا اینجا تماشا کردین. اگه ویدیوام دوست داشتین یادتون نره که دکمه لایک رو حتما بزنین. دمتون گرم بازم. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدارتون.